مرگ الکسی ناوالنی، رهبر اپوزیسیون روسیه و مخالف سرشناس ولادیمیر پوتین در زندانی در قطب شمال خبرساز شد. سلام، توبا زکیپور هستم و در این برنامه دیدگاه شما را همراهی می‌کنم. بر اساس گزارش زندان فدرال روسیه، ناوالنی که در حال گذراندن دوره حبس طولانی مدتش در شمال روسیه بود، پس از پیاده روی احساس ناخوشی کرده است و تقریباً بلافاصله هوشیاریش را از دست داده است. لئونید ولکوف، رئیس سابق دفتر الکسی ناوالنی، استفاده از عبارت فوت کرد را برای مرگ مخالف سرسخت پوتین نادرست خواند و گفت باید بگویید پوتین او را کشت. لیستروسل، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، از مقام‌های روسیه خواست تحقیقاتی قابل اعتماد درباره علت مرگ الکسی ناوالنی انجام دهند. تروسل گفته است اگر کسی هنگام حبس از سوی دولت جانش را از دست بدهد، فرض بر این است که دولت مسئول مرگ اوست. در دیدگاه با افشین شاهی، استاد روابط بین الملل از انگلستان همراه می‌شویم تا نگاهی بیندازیم به واکنش‌های گسترده نسبت به مرگ این منتقد پوتین در زندان. آقای شاهی، خیلی خوش آمدید به این برنامه دیدگاه. لطفاً در ابتدای این گفتگو اندکی از پیشینه الکسی ناوالنی برای شنوندگان این برنامه بگید و بفرمایید که چرا مرگش این همه خبرساز شده. سلام و وقت شما بخیر. ببینید، مثل هر شخصیت تأثیرگذار در کشورهای استبدادی، روایت‌های حکومتی فاصله بسیار زیادی داره با روایت‌های جامعه مدنی و اون اقشار آزادی طلب در روسیه در مورد این شخصیت بسیار تأثیرگذار. از دید حکومت و از دید طرفداران پوتین، ناوالنی یک جاسوس CIA بود که به دنبال پاشیدن بذر انقلاب برای تضعیف و تزلزل اون به اصطلاح روسیه شکوهمند بود. اما خب از دید طرفدارانش، اون عموماً با نلسون ماندلا مقایسه میشد، کسی که بعد از سالیان سال حبس بالاخره از زندان خارج شد و کشور رو به طرف قله‌های دموکراسی هدایت کرد. از لحاظ نظری شخصیت بسیار پویایی بود. اون فعالیت‌های سیاسی خودش رو در اوایل سال‌های دهه 2000 آغاز کرد و در مرحله اول فعالیت‌های سیاسیش بیشتر معطوف بود به نظرهای ناسیونالیستی یا حتی ایده‌های ضد مهاجرتی. اما به مرور زمان حساسیت ناوالنی به بی‌عدالتی و فساد و بزهکاری و انحصار قدرت در روسیه بیشتر و بیشتر شد. انتقادات خودش رو از طریق وبلاگ‌های اینترنتی شروع به انعکاس دادن کرد و در این دو دهه بارها و بارها مورد خشونت سیاسی قرار گرفت، دستگیر شد، حبس شد، یا حتی در سال 2020 تلاشی برای به قتل رسوندنش انجام شد، مسموم شد، ولی باز هم به در واقع برنامه خودش ادامه داد و روی هم رفته. یکی از در واقع جسورترین و شجاع‌ترین شخصیت‌های مخالف حکومت پوتین در دو دهه گذشته بود و این جسارت و شجاعت این شخص بود که خب بسیار الهام برانگیز بود برای اقشار آزادی طلب در اقصی نقاط جهان. و این اصلا جای تعجب نداره که مرگ، یا بهتر بگم قتل دلخراش ایشون، باعث در واقع واکنش‌های متفاوتی از اقصی نقاط حداقل دنیای غرب شده. و این رو هم فراموش نکنیم که کشورهای متحد یا نزدیک به روسیه مثل جمهوری خلق چین اکثر قریب به اتفاق روزنامه‌ها و جرائد و رسانه‌های رسمی حتی مرگ این شخص رو هم مخابره نکردن. ولی خب همینطور که مطلع هستید در دنیای غرب واکنش‌ها بسیار جدی و قاطع بوده. اشاره کردید به واکنش‌ها. اگر به همین واکنش‌هایی که نسبت به مرگ ناوالنی در زندان نگاهی بندازیم، می‌بینیم که در مورد قتل سیاسی او اشتراک نظری گسترده وجود داره. به نظر شما این اشتراک نظر حاصل چه تحلیل‌ها و اندیشه‌هاییه؟ ببینید، این اشتراک نظری که وجود داره ناشی از اون الگوی رفتاری هست که پوتین در دو دهه گذشته نشان داده. ببینید، از 1999 پوتین در قدرت بوده و در این دو دهه و نیم عملا از تمام ابزارهای موجود پوتین استفاده کرده که مخالفان خودش رو به شکل فیزیکی حذف بکنه. حتی یک تحقیق بسیار ساده در اینترنت
این رو میتونه در واقع نشون میده که عملا در دو دهه گذشته تعداد قابل توجهی حتی از همکاران سابق و کسانی که در مقطعی حتی به پوتین کمک کرده بودند که به قدرت برسن، بعد از مدتی مورد غضب پوتین قرار گرفتن و عملا درگیر سیاست‌های حذفی این رئیس جمهوری که به نظر میاد داره تبدیل میشه به یک رئیس جمهور مادار مول عمر شدن. این الگوهای رفتاری پوتین هست که خب طبیعتاً تمام انگشت‌های اتهام رو به طرف پوتین دراز میکنه. پوتینی که به نظر میاد به مرور زمان تحملش کمتر و کمتر میشه نسبت به هر گونه انتقادی که میتونه وجود داشته باشه، چه در مورد سیاست‌های داخلیش و چه در مورد سیاست‌های خارجیش. آقای شاهی، روایت کرملین در مورد مرگ ناوالنی در زندان چی بوده و عکس العمل مخالفان پوتین نسبت به این روایت رسمی چی بوده؟ ببینید، در فاز اول حکومت و دولت حتی اظهار بی اطلاعاتی کرد، یعنی اینقدر سعی میکردن که این مسئله رو پیش پا افتاده مطرح بکنن و خب تا به این لحظه خب طبیعتاً دولت و حکومت هیچ گونه مسئولیتی رو نپذیرفته و به شکلی در واقع این قتل سیاسی رو میخوان در واقع یک مرگ طبیعی جلوه بدن. ولی خب طبیعتاً این گونه روایت‌های حکومتی بدون شک مورد قبول نخواهد بود و تا به این لحظه هم نبوده. درون ساختارهای اجتماعی روسیه به خاطر اون انحصار رسانه‌ای که حکومت داره و اون فضای رعب و وحشتی که حاکم هست، ما تا به این لحظه شاهد واکنش‌های بسیار بزرگی نبودیم، گرچه که گزارشات نشون میده که تا به این لحظه حداقل 110 نفر در خود روسیه دستگیر شدند به خاطر ابراز همدلی که کردند یا موازی که گرفتن بعد از این قتل حکومتی. و عملا پیام اصلی این قتل سیاسی هم برای مخالفان پوتین این بوده که دولت این دولت و این رئیس جمهور بدون شک با در نظر گرفتن تمام عواقبی که میتونه وجود داشته باشه تحمل هیچ گونه مخالفتی رو نداره و عملا جواب مخالفان سیاسی و کسانی که این حکومت رو نقد میکنن جز خشونت سیاسی و سیاست حذفی و مرگ چیزی نخواهد بود. و این گونه سیاست‌های رعب و وحشت و سیاست‌های حذف فیزیکی خب طبیعتاً شرایط جامعه رو بسیار در واقع محدودیت‌های جامعه رو بسیار بیشتر میکنه برای واکنش بیشتر نشون دادن به این گونه سیاست‌های خشن دولت پوتین. در ادامه همین صحبتتون خواستم بپرسم ازتون که پیش بینی شما در مورد اوضاع سیاسی و اجتماعی روزهای پیش رو در روسیه چیه؟ آیا مرگ این منتقد پوتین میتونه که عاملی برای برانگیختن اعتراضات عمیق در جامعه روسیه باشه؟ ببینید، ما میدونیم که یک طیف قابل توجهی از جامعه روسیه با حداقل بعضی از سیاست‌های پوتین مثل سیاست خارجیش و نقشی که داره در اوکراین ایفا میکنه موافق نیست و انتقاداتی هم وجود داشته. اما خصوصا در دو سال گذشته پوتین تصمیم گرفته که در واقع از این سیاست اوریان خشونت سیاسی و رعب و وحشت سیاسی بیشتر و بیشتر استفاده بکنه که عملا هر گونه فضایی رو که میتونه آبستن چالش‌های سیاسی براش باشه رو متزلزل بکنه و با در نظر گرفتن این سیاست و رعب و وحشتی رو که حاکم کرده در فضای سیاسی اجتماعی روسیه، من بعید میدونم که در آینده نزدیک ما شاهد اعتراضات گسترده‌ای باشیم. و یک جورایی به نظر من همین جوری که خب یک اجماع نظری هم وجود داره بین ناظران متفاوت، آینده سیاسی پوتین یا بهتر بگم آینده سیاسی روسیه به شکلی گره خورده به سرنوشت جنگ اوکراین، جنگی که میتونه بسیار سرنوشت ساز باشه و اگر که پوتین از این جنگ موفق بیرون نیاد، خب طبیعتاً فضای مقابله و مواجهه با اون بیشتر و بیشتر خواهد بود. و در خلاصه هم بگم که پوتین در چند سال گذشته تصمیم گرفته که
که با استفاده کردن از سیاست‌های حذفی در واقع واکنش‌های بین‌المللی رو به جان بخره، اما شخصی یا نهادی یا نیرویی در روسیه وجود نداشته باشه که به شکل بالقوه بتونه زمامداریش رو به چالش بکشه. آقای شاهی، به عنوان پرسش پایانی برای ما بفرمایید که در مورد این گفته ناوالنی که پیش از این از احتمال کشته شدن خودش حرف زده بود و خطاب به مردم روسیه گفته بود که اجازه ندارن تسلیم بشن، به نظر شما این سخن چقدر اهمیت داره و آیا میتونه که در میان ملت روسیه نفوذ بکنه و تأثیر بگذاره در واقع؟ همینطور که بهش اشاره کردم، روایت‌های حکومتی با روایت‌های جامعه مدنی در مورد کنشگری این شخص بسیار متفاوته. گرچه که ناوالنی طرفداران بسیار زیادی داشته، خصوصا در اقشار آزادی طلب در روسیه، ولی فراموش نکنیم که دستگاه پروپاگاندای روسیه خصوصا از زمان آغاز جنگ اوکراین یک در واقع رویکرد بسیار انحصاری داشته و خب تونسته که قسمت قابل توجهی از جمعیت رو با استفاده کردن از ابزارهای ایدئولوژیک ناسیونالیسم رو به طرف خودش منعطف بکنه. اما خب در عین حال اینجوری هم نیست که ما تصور بکنیم این سیاست‌های رب و وحشت و این خشونت سیاسی که داره اعمال میشه بتونه تا ابد تمام صداها رو مسکوت بکنه، گرچه که فضای فعلی فضای بسیار دشواری هست برای هر گونه کنشگری معنادار علیه زمامداری پوتین، ولی بدون شک مثل سرنوشت تمام جوامع استبدادی دیگه این راه ادامه خواهد داشت و بالاخره به نتیجه میرسه. بسیار سپاسگزارم از شما افشین شاهی، استاد روابط بین الملل از انگلستان. من توبا زکی‌پور از طرف خودم و مهتاب ایران مهر تهیه کننده این برنامه دیدگاه از همراهی شما سپاسگزارم.